بسازیم با هم دیگه چاره نداریم، شاید تو دل هم گل شادی رو بکاریم، باید بمونه خنده رو لبهای من و تو تا تازه بشه امروز و فردای من و تو. خدا لعنت کنه اونی که کلاه ما رو برداشت، تو دلامون جای شادی بذره غم و غصه رو کاشت. وقتی غصه داری فایده ای نداره بیقراری، باید آروم باشی تا که پیدا بشه راه فراری. سلام. چه خبر اینقدر شلوغ میکنین؟ وسایل عقد آوردین تو ماشین، میخوایم تون ببریم بالا بچه. خواهش میکنم اگر خواستید منم میتونم بهتون کمک بکنم. من خیلی خوشحال میشم که بتونم تو یک همچین مجالسی شرکت بکنم و خدمت بکنم. اختیار دارید برای کمک از بنده است. آقا سامان ماشاءالله چنان پر انرژی داره مدیریت میکنه که هر کی ندونه بزنم به تخت و بزنم به این کارت فکر میکنه که 10 بار تعالی عروسی گرفته. حالا 10 بار یا از الان به بعد 10 بار. آخ مسخره، مسخره. بفرمایید. به هر حال امیدوارم که خوشبخت باشید. خیلی ممنونم استاد. ببینم راستی من یک چیزی میخواستم ازتون بپرسم. آقای باباش خان این کارت عروسیتون رو کجا نوشتن؟ والا اینو توی چاپخونه چاپش کردن، همونجا نوشتن. مشکلی مگه پیش اومده قربان؟ اشتباهی شده؟ نه متنش اصلا مسئله نداره، خیلی بدخط نوشته شده. شما به هر حال ببخشید حتما اشتباه چاپی بوده. من کجا نوشتن اینو؟ باب یارانه. آها آها یارانه. اون چیز دیگه با کامپیوتر نوشته. این کامپیوترم که همه جا رو گرفته و همه چیزو خراب کرده، هنر معماری و گرافیک و نقاشی و موسیقی رو همه رو خراب کرده. بلا وارث بشه این کامپیوتر. والا والا امیدوارم که راجع به خط و خوشنویسی خودشو داخل نکنه، بگذاره کار خودشو، این هنر عزیز بمونه برای این مملکت ایشالله. من که نمیدونستم ایشالله اون موقع ما یه مقدار عجله داشتیم، وگرنه خدمت میرسیدیم از راهنمایی شما استاد استفاده میکردیم. به هر حال ببخشید. ایشالله دفعه بعد. منظورتون دفعه دیگه چیه؟ گفتم اگر خواستید و مجلسی پیش اومد من می‌نویسم. آها دیگه، یعنی که دفعه دیگه وانتی منتظر. اگه اجازه بدید بنده رفتم. ایشالله که خوشبخت. قربان شما. خداحافظ. خداحافظ شما. پول وانتی رو حساب بکنم و بیام. ها برو دیگه، برو خودم حساب میکنم. وانت؟ تو به این میگی وانت؟ چیز پس تو حساب بکن، من برم ببینم زنانه چی میگه. ها برو. او اون خوشبمایی چرا خراب شد؟ من این خوشبمایی رو دوست داشتم. او باشه نبود داری. اها با 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 ماشاءالله نم نم بارم. سب کن سب کن بدانه درنه. ای بری ای بری این کارا رو تو جمعونم. ای برگم ای بری.
کنار پری کنار. از کجا گرفتی؟ یا بابا چه خبرتونه؟ این قیرتی بازی ها چیه؟ یه شان ها از بالا هست بالا باشه دیگه نشنا بد صداتونو تموم شد تموم شد اینه ای بابا این چرا نمیچسبه؟ خب چسب رو بیشتر بزن. منو چه جان یه عالمه چسب زدم ولی انگار پوست نچسبه. نکنه تفلانه شوخیت گرفته؟ مزه نگید بابا چسب رو بزن بریم دیرمون شد. خیلی خوب خیلی خوب یه دقیقه صبر کن. آها هشنگتون آماش یه هشته اینا. خیلی خواه خواه برای چه جان خیلی آز میخواب چی داد میکنی آقا؟ باز که ترا برق بگیفته خوشکله پسه این بلا میسر چی شد آقا؟ اینو کی کند؟ من نمیدونم آقا این سیمه؟ کی کنده؟ اینو کی کند؟ نمیدونم شاید کار بچه ها باشن آقا. اینو کی کند؟ نمیدونم آقا اصلا وا بده به قول خودم تی نظره بیمیره بیا بریم بالا به تو 20 متر سیم بدم بلا میسر بیا بریم بریم آقا شهرام چی ساختی؟ چه دماغی؟ درجه یک باور کن کلوپاترام همچین دماغ تأثیرگذاری نداشت. حالا جون شهرام خیلی عوض شدم؟ بیا شما باید شرط میبندم که زنت هم نتونه بشناستت. شهرام جون زنم مهم نیست فقط این دفعه دیپورت نشم. دکتر نصرت صابر هستید اهل کراچی پاکستان. واقعا که این کاری شهرام خیلی باحال شد. صدای چی شهرام؟ این صدای چیه؟ پلیس نباشه؟ نه بابا محاصره نکرده باشن این بابا بیشیم بابا محاصره کدوم پلیس کدوم سامانه سامان دیگه کیه؟ یه دیوانه خودش کم بود یکم این خودش رو پیدا کرده دوتایی میخوام با هم زن بگیرم. بابا لنگو؟ نه بذار حالا فکش پیانشه بیا شما مبارک یه چیچین اون بالا چی میکنی داری؟ خوبه خوبه عالی تی نظره بیمیرم عالی صدا اصلا ناز اون پیلکی بول بابک نگه دیگه چرا خانوم و مهتاب خانوم کجا رفتن؟
میترا خانوم با مهتاب خانوم تشریف بردن آرایشگاه. آرایشگاه. تو نمیخوای تشریف بگیری؟ بیا دوش بگیری با هم دیگه بریم دنبالشون. بلاوارس هجله گور بگوری چون نیومده اینا خوش آمدی ها؟ به به استاد عمادی عزیز بیا شما تیپ زدین استاد مگه نمیدونی جشن و سروره تو چرا حاضر نشدی؟ من نمیام استاد چرا؟ دعوتت کردن زشت اگر نیای حوصله‌شو ندارم استاد چرا حوصله‌شو نداری؟ بیا بریم بهمون خیلی خوش میگذره از شوخی گذشته ببینم تو چرا فکر راجع به ازدواج اینقدر بده ها؟ استاد بذارین همینجوری باشه یه نفرم تو این عالم اینجوری باشه شما خوشبین باش بریم ببینیم چه خبره بگویدی اها کی مال کی هست؟ مال استادمه یه آدم ماه خوب خیر استاد زیبایی شد آقا اینو دیدی بگو یه رفیق دارم میگه تین نظره بمیرم واقعا باید خیلی پول مولدار باشه که این ماشینو به تو داده دیگه ها؟ ببین به همه از این حالا نمیده رفیق چند ساله قدیمی بابام بوده ده تا کار تئاتر کردن با هم دیگه یه آدم باسواد اینو گذاشته بود واسه عروسی خودمون اون تا من دیدم کارت جلو بیفته خیلی باحال شیر جان تو خیلی خوشگل پسری نظری ببین یه دست با من بده واقعا با معرفتید شما مردید مرد تو آرایشگاه رو بلدی کجا آرایشگاه رو آرایشگاه پس چی آرایشگاه رو بلدم دیگه آقا من زنان رو همیشه میبرم اونجا آرایشگاه تمام فامیل های من یه دونه از اینها زحمت کشیدی آه
برای شادی روح این مرحوم جمعیان ایوالا کاسه بپر دو شاخ بزن تو برق بینی کجا رفتی اوستا؟ چرا من تنها گذاشتی؟ اوستا چرا؟ چرا؟ اوستا جو میگفتی من برم چرا خودت رفتی؟ اوستا بله بلنش چه بزاشی من برم؟ ناسلامتی من ناچه نور چشمیت میدم خودت همیشه میگفتی بعد از من تو جانشینمی چی؟ تو غلط کردی؟ جمعش کنید بینه بپنی شربت خورمان ردیف کن الان جماعت عزادار از راه میرسن چشم بینه چقدر حرف میزنید شما ها من جانشین بودم تو جانشین بودی من چه الهی سینه ده آتشم روز در آن سینه دلی خدا بیدم عوضت شاپور کنید هر وقت دل را که سوزی نیست دلی نیست دل عشق تو غیر از آب جلیس مادر من عشق من عزیز من حبیب من کجایی این دقل دوستون که میبینی مگسانن به دور ببخشید بله عرض سلام و ادب خیلی معذرت میخوام اصلا اینم شما با این مرحوم نسبتی داشتید بله آقا من نور چشمش بودم یعنی جانشینش خدا صبر بهتون بده ان شاء الله ببخشید اسم این مرحوم چی بود اسم شاپور بود شاپور سرمه‌ای اما بهش میگفتن شاپور تیغی چون سیمیلا یه تهرون بود و یه شاپور تیغی کجا رفتی بوستا؟ باقتون تازه کردم شرمنده اردش به بابا هوای مشتریه داشته باشم به امونار داشته باش تو جرودم اگدو اگدو خجر از دست عزیزون خوردن از من خسته بگیر میتونه از من بگیر از من بگیر خانم تپن نخورم برد حالا بده حالا عروس خانوم حالا مرتب خانوم میگیرم بله لبخندم بزنیم ساما خب این گیافه چه از دوی در بردن یه چیچیر با توی خانم بیا این بر چیچیر این چیه؟ خب هجله است دیگه خواهر من شاید دیگه شوخی کرده ها؟ بیجا کرده شوخی کرده خواهر من بذار من که اصلا شوخی جالبی نیست چیه جالب شوخی؟ شما جلو نه نه زنانه جلو چی کامی کنی؟ ساما جان بود چی کامی کنی؟ با تو هم دست دیگه دست دیگه نه آقا پوستی بالا غیرتن یه دو دقیقه دست از خرید و فروش برده بزن ما به کارمو برس خرید و فروش چیه بچه مگه زده به سره دست بزنی به این هجده روزگارتو سیاه میکنن مثلا کی میخواد روزگار ما رو سیاه کنه همین نوچه‌هاش درسته میجوانه تو میخورن اگه من بچه رشتم ها بیشی نوچه‌هاش کیه نوچه‌هاش همینا چهار تا مثل همین نوچه‌هاش کن شما میشناسیدش اختیار داری خانم مگه کسی پیدا میشه که شاپور تیغی رو نشناسه ها؟ شاپور تیغی یعنی واقعا شما این شاپور تیغی رو نمیشناسید؟ آقای پوستی ببخشید این آقای شاپور تیغی شغلشون چی بوده؟ الان خدمت رو عرض میکنم بفرمایید. بگیر آقا شاید تیغ میخ میخوشه آره الان میفرمایید.
عکس زیر شاپور سرمه‌ای ملقب به شاپور تیغی، یکی از اشرار منطقه خاک سفید که پس از مدت‌ها فرار از دست پلیس ظاهراً در یک درگیری مسلحانه در مرز تایبات. تایبات کجاست؟ مرز، بخون آقا. در مرز تایبات به هلوکات رسید. آقا پس چرا نوشته ظاهراً؟ آره سامان، واقعا چرا نوشته ظاهراً؟ زیرا جسد یافته شده قابل شناسایی نیست و تنها از کاردی که در جیب نام برده پیدا شده است گمان میبرن که شاپورتی نیست. حالا چرا هجاش دادن در خانه ما؟ واسه این که اونم یکی از مالکین این آپارتمان ها. تو مجتمع هنرمندان؟ بله. آخه چرا؟ چه ربطی داره؟ راستش تا اونجا که من مطلع شدم ساعدی یه سرسر و حساب کتابی و این شاپورتیقی داشته. آو یکی از این آپارتمان هم باج سیویل گرفته. همین ای ساعدی نومد، جمعش کنیم. دست نگرده، دست نگرده. ببین قربونت برم من، اولا این تو نوشته که ظاهرن مرده. دوما حالا فرض رو برای میسازیم که اصلا یارو مرده، بد جوری هم مرده، اصلا له شده مرده، به خاطر یک آدم شرور، یک آدم شارلاتان، یک آدمی که طی یک حادثه مرده. اون وقت باید آینده دو تا کفتر سفید، دو تا جوون روشن حیف و میل بشه. دروغ میگم میترا؟ نه من کاملا با تو موافقم سامان. تی نظره بیمیرم جمعش میکنی. نکن، درست نیست، اشتباه. جلو نه اینه ببین دست سیگر داری. این سرسگ ها چی؟ بیا شما استاد، من نگفتم بالاخره آخر عاقبت این ماجرا به دعوا ختم میشه؟ دعوا؟ بیا بریم ببینیم چه خبره. بیا بریم. یا چه خبره؟ خودشون بپرسین استاد. بچه ها شما برید بالا. شش استاد. آه پس استا که میگن اینه. بله. اینجا چه خبره؟ خجالت نمیکشی؟ چیه؟ عزاداری رفیقمون شاپوره. نکنه شما توقع دارید که ما دایره دنبک بزنیم و اینجا براتون بابا کرم برقصیم؟ بچه ها هنوز نمیدونن شهر خبردار بشه این ساختمون میشه صحرای محشر. فقط نوچاش بفهمن ده تا این ساختمون رو قرق میکنن. حرف آخر دیگه نبینم دست به هجله بزنیم. ملتفه اگر نشدید دوباره بهتون بگم. نه عزت زیاد. این که جاهل بودی؟ شاپور تیغی استاد. تو هم اینجایی؟ قربان اگه من نبودم که حداقل دو نفر جویده بودم. بیا شما پس با این حساب خدا خیلی بهشون رحم کرده. خب بله بعضی ها شانس دارن دیگه آقا. خب بالاخره ما نفهمیدیم چه خبره. عزم خدمتتون که شاپور تیغی دوستان آقای ساعدیه، ضمناً مالک یکی از آپارتمان‌های مجتمع هم هستن. پس هنرمنده؟ نه خیر قربان، ایشون در درگیری در مرز تایبات یعنی هلاک شدن، از بین رفتن، مردن. اینا هم که دیدین اینجا از دوستای ایشون بودن. دوست چی؟ قربونت برم آقای پوستی، بهش میگن نوچه. حالا میسر اونا میخواستن عروسی ما رو به هم بزنن. وای نه تو رو به خدا، اونم بعد از دو سال و نیم عقد. آقا پدر مادر منو بگید که الان یه ساعت دیگه از رشت میرسن، اونا چی باید بگن؟ استاد شما چی صلاح میدونین؟ به خاطر اینکه یه شرور تیغ تیغو میخواد به سزای اعمالش برسه، اون وقت دو تا جوون معصوم باید زندگی آیندهشون ضایع بشه. دو تا کبوتر سفیدا. و خیلی زای از تو نمیده. ای بابا خط و طرف مرده حجم جونم. بابا چیه این زرت و زرت زنگ میزنی؟ بابا میگم خیته. چی؟ پاشو بیا اینجا؟ مرد حسابی مگه زده به سره؟
من که نمیتونم. آره دستم بنده. با سلامتی عزو داریم ما. باید پونو سر بیلیاقتت. نه بابا آره تو نمیدی. نه به بچه ها سپردم هو بندزم بگن اینجا چه خبره. آره فقط گند نزنی. باشه زنگ هم نمیزنی ها. کلیفو گذاشتم رو بندری. آره بابا همین یک میله از اونه. آره آره تا بخوام بیام گوشی رو بردارم دلم ضعف رفته مرد حسابی. کاری باری زد زیاد قربانه تو. این شد حالا یه چیزی. از حالا عیسی به دین خودش، موسی به دین خودش. بریم خونه به سر خونه و زندگی مون. انشالله مبارک جو باشه. انشالله انشالله سلامتی نفیل نداره میمیرم. بیا شما دیگه این ریختشو ندیده بودیم چکیم. حتی توی ژاپن هم یه همچین مراسمی وجود نداره. سر صدا چیه؟ قرتی بازی ها چیه؟ کسی؟ اونو می؟ بریم بریم چه خبره؟ شاپور تیغی خدا بیامرزتم. عجب مردی بودم ها. حیف بود حیف. حیف این ایکل حیف این موها حیف این سیبیلا حکی. اگه نام ربان بودیم و رفتیم. اگر بار گران بودیم و رفتیم. سوال اونی که برنده شده که باره کشی با نکنه. بری قربون قیافت برم. یادت مومن بابا برای یه قصه تعریف میکنه آقای افراسیاب؟ ببین این شکلیه نگاه کن قشنگ. آره خود خود آقای افراسیاب. قربون خندت برم جون دلم. سلام علیکم حالتون خوبه؟ سلام علیکم خوب هستی شما؟ نوکرتم. بری جان چقدر این آقای شبیه یک کسی بود که من دیده بودم. اون خدا بیامرزه تو چاپور. کجا دیدم؟ ها همون آقا است که تو قرعه کشی بانک برنده شده بود. بری جان چه عجیب یادم مونده. قربونت برم بری. کجا؟
بیه شما چرا بی خودی منو میزنی؟ من چه گناهی کردم؟ حلاکم تو نمیدی حلاکم یکی سایش بسای به این ضبط ما پوستشو هسته بچه فیلم میکنم بریم حالا بچه ها بریم مدارک سری جاشه قرار داده سری جاشه خیلی خوب خدا رو شکر خدا رو شکر چی شد؟ ای بابا آزده این زبای شناسی بردم ماشینه برده ماشینه برده بله جان سروان یه پژوه نجمه دادیه تزیینش کردم ماشین عروسه بله خواهش میکنم خیلی ممنون یعنی کار کی بوده؟ من مطمئنم آره کار خودشونه ردخور نداره خودشون این نامرده ماشین رو دزدیدن چرا تهمت میزنی بچه جون؟ هر سه نفرشون چی ما بودن؟ انا نیبه حرف حالی کدن راست میگن آقا دری آخه تره بیمیرم تین نظیر من بیمیرم میخوای جلوی زنانه بگم اونا که 3 ساعت داشتن من تو رو مشتمال میدادن خب کارم اونا نمیتونه باشه دیگه آقا پس کار کی بود؟ حتما یارو دزد بوده بیا شما جدی میگی میترا خانو معلومه که کار یه دزد بوده آهای بدبخت شدم بیچاره شدم حالا جواب استادم چه جوری بدم باید پولشو بهش بدی پول؟ حالا از کجا میخوای بیاری؟ اصلا ما عروسی نخواستیم میترا خانم گیریم اون پولو برمیداریم میدیم به شما 2 نفر ببرید بدید به اون استاد زیبایی شناسی تو بله منم موافقم چرا دختر جو؟ به خاطر ما این ماشین برداشته بود گرفته بود دیگه اینجور نمیشه که نه بابا تقصیر خودم بود قربونت برم من قفل فرمون نزده بودم پولشو خودم باید بدم حالا سامان از کجا بیاریم پولشو؟ خونه رو میفروشم آره منم موافقم خودم سهمتو میخرم نقد و جیرینگی اینم قرار داد اینم چک بفرما کم کمیشه منتظر فرصتی عجب بلوشاییه من میدونم کار خودشون بوده آره منم مطمئنم حالا شایدم پیدا شد حرفا میزنی دختر کجا بدشه الان 7 دفعه اوراقش کردن همه لوازمشم تو اوراق فروشی اگه بخوای میتونه بگیری مطمئنم من بعیدم نیست چرا شلوغش کردید؟ نیم ساعت پیش ماشین رو بردن حالا چرا نشستید؟ یه کاری بکنید یه فکری بکنید چه کاری؟ من میگم بریم پاسگاه پلیس. بله پلیس. آخه چرا؟ لطفاً چند لحظه تشریف بیارید پایین. زندون رو ساختم واسه مرد، مردم ساختم واسه حد. واسه مرد. شاپور خان بفرما. میکنم. حالا پوست گیرم. باشه به موقعش. برو داخل مینم. برو تو. میگم به موقعش. برو داخل. خیلی لطف کردی جناب. این آقا رو میشناسین؟ جناب این که همین مرحومه که بله، شاپور سرمه معروف به شاپور تیغی. سر 4 با ماشین عروس گرفتیمش. ادعا میکرد که داماده. اما حتی تاریخ عروسی هم نمیدونست. البته خودمون میشناختیمش. یه هفته چی خودش زده به مردن تا بلکه از چنگ قانون در بره. عجب قالتاقیه جناب. نیم ساعتی پیشم که به ما بیسیم زدن از مرکز که ماشین شما هم دزدیدن. اینم ماشین خدمت شما. البته هم دستاش هم گرفتیم که تحویل قانونی لطف کردین قربان شما خواهش می‌کنم خدا خیرت بده قربان شما عروسی مبارک باشه لطف دارین قربان شما بفهمید نمی‌خوای بری آقا بیا